سلام، من امیر قبادم و قرار رویدادهای سینمایی و بالا پایین گیشه در دومین هفته جولای 2022 رو با هم مرور کنیم. امیدوارم از این ولاگ هفتگی خوشتون بیاد و با سابسکرایب، لایک و کامنت سفر مورد حمایت خودتون قرار بدین و خیلی ممنون میشم اگر این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین. اولی نگاهی به تازه ترین تیزر فیلم آواتار بندازیم، ساخته جدید جیمز کامرون که دسامبر امسال اکران میشه و این بار قرار نگاهی به زندگی جدید جیک سالی یک دهه پس از فیلم اول بندازه. آواتار راهی از آب ماجرای خانواده جدید سالی رو با مشکلاتی که در تعقیبشونه، تلاش‌هاشون برای حفظ امنیت و نبردهایی که در جنگ برای بقا بر پشت سر بذارن روایت میکنه و صد البته مصیبت‌هایی که متحمل میشن. تیزر اصلی سریال ارباب حلقه ها هم منتشر شد، سریالی که هزاران سال پیش از ماجرای هابیت و ارباب حلقه ها رو بر اساس نوشته های تالکین روایت میکنه. ماجرایی که در زمان صلح نسبی آغاز میشه و آخرین اتحاد انسان ها و الف ها رو به تصویر خواهد کشید. Either move forward or we die with it. This could be the beginning of a new era. My name is Alethea. My story is true. اگر داستانهای جن و پری دوست دارین باید کمی منتظر اکران فیلم جدید جورج میلر باشین که قراره حسرت 3000 ساله آقای جن رو به پایان برسونه. What is your heart's desire? I do have a question. What does one do with three wishes? یه محقق که از زندگیش هم راضیه در استانبول با جنی روبرو میشه که در ازای آزادی سه آرزوی او رو برآورده خواهد کرد. مکالمه اونها البته عواقب غیر منتظری براشون داره که باید به تماشا نشست. I cannot wait to see where it goes. Oh, how it might end. Hello. Hello. He'll be staying. What are you doing in my room? Hunting vampires. تیزر جدیدی هم از فیلم شیفت روزانه با بازی جمی فاکس منتشر شد. این فیلم کمدی که درباره یه شکارچی خون‌آشامه از تولیدات جدید نتفلیکس و اواسط آگوست از این استریم پخش میشه. در کنار بازی دی فرانکو و استیو هاوی و ناتاشا بورتیتسو شاهد حضور رپر معروف اسنوپ داگ هم در این فیلم خواهید بود. فیلم آتش با بازی جولیت بینوش این هفته در اکرانی محدود به سینماهای آمریکا رفت. فیلم ماجرای یه مثلث عشقیه در مورد زنی که بین دو مرد گیر افتاده، شریک قدیمی و مهمترین دوستش از یه طرف و معشوق سابقش از سوی دیگه. بریم سر به باکس آفیس این هفته بزنیم که خدای تندر با چکش افتاده به جونش. همه چیز همه جا به یک باره در خونه دهم جدول قرار گرفته. ماجرای این خانواده چینی که از جنگی با اداره مالیات برای حفظ کردن خوشرویشون به جنگ بین دنیاها کشیده میشه در 16 هفته اکران با کاهش 60% مخاطباش بالاخره خودش رو آماده خداحافظی با دنیای بالانشین های باکس آفیس میکنه. فیلم این هفته $391,000 فروخته و مجموع فروشش هنوز به $70 میلیون نرسیده. There is no way I am the Evelyn you are looking for. The list. You have list of qualifications for a bride. I would
آقای مالکوم و لیستش در دومین هفته اکران به زحمت خودش رو در گیشه سرپا نگه داشته. Mr. Malcolm, there's someone I want to introduce you to. Miss Selena Dole. I'm very pleased to make your acquaintance. Perhaps you might join me for a tour of the picture gallery. این ماجرای قرن 19 همی چندان برای مخاطب آمریکایی جذاب نبود و فروش این هفتهش به 430 هزار دلار نزدیک شد. لیست شرایط ازدواج آقای مالکوم و انتقام زنانه از سختگیری او با این روند بعید همچنان در لیست ما باقی بمونه. Hope is a good thing. Perhaps I am mistaken in thinking hope a useless thing. Oh, it's like a movie, but nobody has any lines and nobody even knows what it is while they're making it. مارسل خیلی آروم خودش رو بالا میکشه. مارسل پوسته با کفش در تنها 48 سال نکران شده و این هفته 497 هزار دلار دیگه فروخت تا به خونه هشتم جدول باکس آفیس بیاد. Two of us now. Myself and my grandmother Nana Connie. There must be so many others like me. 7 months and 5 days. I have a plan and I have a team. Darby can take any three things and make them explode. کاپتان لایتیر نتونست انتظارات رو برآورده کنه. توقع میرفت این اسپین‌آف داستان است و بازی با حضور باز در نقش فضانورد قهرمانی که قرار زمین آینده را از شر موجودات فضایی نجات بده، نتایج بهتری رو در گیشه رقم بزنه و خب دیدیم که نزد. Captain Lightyear. Ready as I'll ever be, Commander Hawthorne. This is exciting, a new adventure. لایتیر این هفته 4,776,000 دلار به حساب دیزنی ریخت و مجموع فروش این انیمیشن به زحمت از 114 میلیون دلار عبور کرد. تلفن سیاه هم با 38% کاهش فروش یک پله در جدول باکس آفیس پایین اومد. Tell me your name. آخرین نقش آفرینی ایتان هاک، اونم در قالب یه قاتل سریالی که بچه های نوجوان رو شکار میکنه، این هفته 12 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش فیلم هم به 66 میلیون دلار رسید. آخرین شکار این قاتل ترسناک از طریق یه تلفن سیاه که به جای وزن نیست با قربانیان قبلی ارتباط میگیره تا برای فرار کمکش کنن. Who are you? I had a dream about it. Everybody hold on to somebody. دایناسورها در دنیای واقعی نتونستن چندان دوران سلطه‌شون رو طولانی کنن. دنیای جوراسیک دوران سلطه، آخرین فیلم از فرانچایز جوراسیک، پیوندی بین قهرمانان اولین و آخرین فیلم این سری برقرار کرده تا با کمک هم قال قضیه رو بکنن. میزی لاکوود با فرار از خونه خودش رو به چنگ مزدوران بایوسین ژنتیک انداخته و در دنیایی که زیر سلطه دایناسورهاست باید دید اونها برای استفاده از گنجینه ژنتیکی داخل خونه او چه نقشه‌ای توی سرشون دارن. دنیای جوراسیک این هفته نزدیک 13 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش جهانیش هم به 882 میلیون دلار رسید. You made a promise to a dinosaur. Yeah. Why? Hell is there. Elvis Presley. درام زندگی نامه الویس، آخرین ساخته باز لورمن، این هفته 42% از مخاطبانش رو از دست داد تا به خونه چهارم جدول بیاد. Never met anyone like you. I hope not. این فیلم کودکی اوج و پایان الویس پریسلی، ستاره بیچون و چرای موسیقی قرن 20 رو به تصویر می‌کشه. آستین باتلر رو در نقش الویس و تام هنکس رو در نقش کرونل تام پارکر خواهید دید. استعدادیابی که الویس رو در مسیر درخشانش قرار داد. الویس این هفته 18,477,000 دلار در گیشه کاسب بود و مجموع فروش جهانیش هم به 165 میلیون دلار رسید. We're gonna do something different.
داستان ماوریک با کاهش 45% فروش به خونه سوم جدول اومد. آخرین فیلم تام کروز فروش خیره کننده ای داشته و با اضافه شدن 24 میلیون دلار این هفته مجموع فروش فیلم در آمریکای شمالی به 605 میلیون دلار رسید و فروش جهانیش هم از 1.2 میلیارد دلار عبور کرده که برای یک فیلم غیر اول قهرمانی آمار خیره کننده ای به حساب میاد. این آمار و ارقام باعث شده که این هفته زمزمه‌هایی درباره احتمال ساخت سومین قسمت این فیلم شنیده شه، چیزی که نیاز به تایید نهایی تام کروز داره. فیلم درباره عملیات ویژه گروه تاپگان به رهبری کاپتان ماوریک برای بمباران یک مرکز مخفی ساخت بمب اتمی در کشوری ناشناسه. داستانی که البته مثل فیلم قبل رنگ و بوی سیاسی داره، ولی سعی کرده حرفاش رو مستقیم نزنه. میلیون ها با وجود کاهش 56% فروش زیاد با صدر جدول فاصله نگرفتن. جدیدترین انیمیشن این فرانچایز یونیورسال پیکچرز داستان ظهور گورو رو روایت میکنه، نوجوانی که میخواد بین ابر شرورها خودی نشون بده و از حمایت موجودات زرد ناشناخته نهایت استفاده رو خواهد کرد. ظهور گورو این هفته 72 میلیون دلار دیگه فروخت و مجموع فروش جهانی این انیمیشن هم در دومین هفته اکران به 469 میلیون دلار رسید. This is the biggest day of my life. From the worst villains in the world. جدال سور با گور قصاب خدایان همونطور که پیش بینی میشد بیشترین تماشاچیان رو به سینماها کشوند، اما نتونست فروش افتتاحیه دکتر استرنج رو تکرار کنه تا نقشه های مارول برای شکستن رکورد فروش سال نقشه براب شه. سور باید از مرخصی خود خواسته برگرده تا جلوی قصاب خدایان رو بگیره و در این مسیر یک بار دیگه با دوست دختر سابقش روبرو میشه، جین فاستر، که حالا خودش هم یکی از خدایانه، اونم سور قدرتمند. What's it been like? 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. سورش خطون در نخستین هفته اکران 187 میلیون دلار فروخت و بعید یکی دو هفته آتی رقیب جدی در صفحه اکران داشته باشه. See who you are. I take off your disguise and flip. در هفته پیش رو یه انیمیشن و دو تا فیلم جدید اکران میشه و احتمالاً جدول رو بد جور به هم بریزه. پارامونت پیکچرز تلاش میکنه با انیمیشن پنجه های خشم افسانه هنگ سهمی از بازار داغ تابستون ببره. این انیمیشن جدید با صدا پیشگی ساموئل ال جکسون ماجرای سگی دوست داشتنیه با سودای سامورایی شدن که برای تحقق این رویا به جستجوی سرنوشت خودش میره. This might take a while. درام رازآلود و ترسناک جایی که کرودت آواز میخواند هم خودش رو به صف مدعیان اضافه میکنه. فیلم از رمانی به همین نام اقتباس شده و داستان دختری به نام کیا رو روایت میکنه که در کودکی رها شده و بدون هیچ سرپرستی در باتلاق‌های خطرناک کارولینای شمالی رشد کرده. در پس شایعاتی که درباره دختر مردابی شنیده میشه، او رو زمانی باز خواهیم یافت که با همراهی دو مرد جوان به شهر میاد تا با دنیای جدید و شگفت‌انگیز آشنا بشه. کمدی درام خانوم هریس به پاریس میرود با فضای رنگی و شاد میتونه بخشی از سینما روها و علاقمندان مد پوشاک رو با هم به سالن ها بکشون. یه نظافتچی بیوه در لندن عاشق یه لباس مد روز دیور میشه و تصمیم میگیره هر طور شده یکی از لباس ها رو داشته باشه. oh,
امیدوارم از تماشای ویدیو لذت برده باشین و قرار هفتگیمون در باکس آفیس رو فراموش نکنین.